شما دوستای خوبم، وقتتون بخیر. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدین. امروز قصد دارم برای شما توضیح بدم که چگونه میتونیم تشخیص بدیم که انگل داریم. پس با من در این ویدیو همراه باشید و لایک و سابسکرایب کردن ما رو فراموش نکنید. انگل ها معمولا از طریق نوشیدن آب یا خوردن مواد غذایی آلوده وارد بدن می شوند. البته روش های انتقال دیگری نیز وجود دارد، اما آب و غذای آلوده همچنان دو راه اصلی محسوب می شوند. زمانی که انگل ها وارد بدن می شوند، در روده ها تکثیر شده و مجموعی از علائم را نشان می دهند که سلامتی را تحت تاثیر قرار می دهد. مورد اول، وجود انگل و مشکلات پوستی. بیماری های متعددی روی سلامت پوست تاثیر میگذارند و باعث بروز مشکلات زیادی میشوند. زمانی که انگل وارد بدن شده و شروع به تکثیر میکند، علائم پوستی مانند کهیر، خشکی پوست، جوش ها و ضایعات پوستی، اگزما و زخم های پوستی ایجاد میکند. وجود انگل و خستگی. انگل ها انرژی بدن را تخلیه میکنند و باعث ایجاد خستگی شدید، افسردگی و بیحالی عمومی میشوند و حتی در روند زندگی عادی اختلال ایجاد میکنند. وجود انگل و سندرم روده تحریک پذیر. سندرم روده تحریک پذیر یک بیماری است که با دردهای شکمی، اسهال و یبوست شدید خود را نشان می دهد. اگرچه دلیل اصلی بروز این بیماری روشن نشده است، اما احتمال ابتلا به این بیماری به دلیل وجود انگل در بدن بسیار بالاست. وجود انگل و مشکلات گوارشی. این میکروارگانیسم ها باعث بروز مشکلات زیادی در مخاط روده می شوند که وظیفه جذب مواد غذایی را بر عهده دارند. در حالت کلی انگل ها با آسیب رساندن به این سلول ها باعث بروز مشکلاتی مانند آلرژی و یا عدم تحمل مواد غذایی، التهاب شکمی، دلدردهای مکرر و مشکلات گوارشی می شوند. وجود انگل و التهاب ها. وجود انگل در بدن میتواند باعث رشد و گسترش التهاب در بافت‌های بدن شود و بیماری‌های شایعی مانند درد قفسه سینه، گرفتگی عضلات، ورم دست و پاها، درد قلب و درد ناف را ایجاد می‌کند. وجود انگل و عدم کنترل وزن بدن. در جوامع مدرن کاهش وزن بی‌دلیل یک نعمت محسوب می‌شود که خیلی از افراد به دنبال آن هستند، اما این مسئله می‌تواند نشان دهنده یک مشکل پنهانی در بدن مانند وجود انگل باشد. انگل ها مانع از جذب مواد غذایی توسط بدن می شوند و از مواد غذایی مصرفی تغذیه می کنند. در نتیجه با سرعت بالا تکثیر می شوند و مشکلاتی در سلامت ایجاد می کنند که گاهی بسیار خطرناک هستند. انگل ها گاهی باعث ایجاد احساس گرسنگی غیر قابل کنترل می شوند و در طولانی مدت چاقی مفرط ایجاد می کنند. وجود انگل و اختلالات روحی. زمانی که این انگل ها در بدن جا خوش می کنند و تکثیر می شوند، روی سیستم عصبی نیز تاثیر می گذارند. در بین علائمی که این مشکل ایجاد می کند، می توان به استرس، اضطراب بالا، افسردگی، عصبانیت، تغییرات خلق و خوی و کاهش حافظه اشاره کرد. وجود انگل و مشکلات مربوط به ارگان های تناسلی. در اکثر موارد انگل ها باعث بروز مشکلات ادراری یا مشکلات مربوط به آلت تناسلی می شوند. از بین این مشکلات می توان به سندرم پیش از قاعدگی، اختلال در عادت ماهانه، مشکلات پروستات، کیست ها، میوم رحم، احتباس آب و بیماری های ایجاد کننده که بی اختیاری ادراری اشاره کرد. روش دفع انگل از بدن. زمانی که علائم وجود انگل در بدن بروز می کند، بهترین کار مراجعه به پزشک و انجام بررسی های پزشکی است. سپس بر حسب تشخیص پزشک درمان های مناسب انجام می شود. در طی درمان لازم است که از مصرف زیاد قند و مواد غذایی فرآوری شده پرهیز کرد. در عوض توصیه می کنیم که مصرف فیبرها را افزایش دهید، چون به دفع سریعتر این میکروارگانیسم ها کمک می کند. همچنین می توانید در برنامه غذایی تا مواد غذایی متعددی مانند روغن نارگیل، تخمه کدو، آلوئه ورا، زنجبیل، آناناس، توتا و هسته انار را بگنجانید. ممنونم از اینکه با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.